درخواست اصغر فرهادی از پویان مختاری برای پاک کردن عکسش از پیج پویان و عصبانی شدن پویان مختاری از این حرکت. ماجرای تحویل سحر قریشی به خانواده‌اش توسط امیر تتلو و در نهایت با معذرت خواهی سحر قریشی دعوا تموم شد. و حضور عجیب پویان مختاری در مستند زندگی کانر قهرمان UFC دنیا که قراره از نتفلیکس پخش بشه و ماجرای ساعت میلیاردی که پویان به کانر داده. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت، خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید و توی ویدیوی قبلی هم بهش اشاره کردیم، الان پویان مختاری توی مراسم جشنواره کن حضور داره و فردا میخواد اونجا اجرا داشته باشه که جریانش رو توی ویدیوی قبل گفتیم که هر کسی که بالای 100 هزار تا فالوور داشته باشه و کمی مشهور باشه با پرداخت 5000 یورو میتونه توی این مراسم حضور داشته باشه. ولی اینکه چطور قراره به پویان مختاری به عنوان بهترین خواننده سال جایزه بدن، یکی از عجایب هفتگانه دنیاست و همین موضوع نشون میده توی مراسمای اونا هم با پرداخت زیرمیزی میشه کارای عجیبی کرد. و اما پویان توی این مراسم با کانر هم رفیق شده و گویا یه ساعت خیلی گرون قیمت هم به کانر هدیه داده. و اما پویان در مورد حضور توی مستند کانر هم نوشت، نباید میگفتم ولی خب یه مستند از کانر دارن درست میکنن که از نتفلیکس پخش میشه که منم توش هستم. الان یه عکس، البته نصف و نیمه، از خودم و کانر که مربوط به دیشبه و مستندشه میذارم کانال تلگرام. بله اینم از صحبت‌های پویان در مورد کانر که یکی از اسطوره‌های UFC در دنیاست. و اما از اون طرف هم گویا اصغر فرهادی به پویان مختاری پیام داده و گفته که عکسمو از توی پیجت حذف کن، که پویانم در این مورد نوشت: به درخواست آقای فرهادی عکس ایشونو از صفحه پاک کردم، مثل اینکه حاشیه شده واسه شون. من به عنوان یه طرفدار با ایشون عکس گرفتم، مثل همه ایرانی ها به ایشون افتخار میکردم و از دیدنشون خوشحال شدم. معذرت میخوام اگه باعث حاشیه شد، اما قول میدم همینجا یه روزی میرسه ایشون با من عکس میگیره و با افتخار پست میکنه. این حرف من بی احترامی نیست، منظورم اینه که اینقدر تلاش میکنم و به جاهای بالا میرسم که همه هموطنها به هم افتخار کنن. من شیر بچه بختیاری هم و یک ایرانی، به همه ثابت میکنم که از صفر به کجاها میشه رسید، از ایزه به فرش قرمز فعلا و به زودی به جاهای بالاتر. خدایی که ما رو اینجا رسونده، از اینجا به بعدش هم خودش میدونه چجوری ما رو ببره بالاتر. بله اینم از صحبتهای پویان در مورد اصغر فرهادی. و اما همونطور که میدونید امیر تتلو و سحر قریشی دیشب دعواشون شد که تتلو اومد و متنای زیادی و در مورد سحر قریشی نوشت که بعدش هم سحر قریشی معذرت خواهی کرد و ظاهرا فعلا آشتی کردن. تتلو در این مورد نوشته بود: چیز خوردم باز رفتم تو رابطه، واقعا این دفعه آخری بود که به یه دختر انقدر رو دادم که بخواد انقدر به هم بیادبی کنه. هرگز کسی حق نداره تو خونه من داد بزنه و به من بیادبی و اخم کنه، اونم جلوی آشپز و هوادارا و مهمون. هر کی میخواد باشه، یه بار ما گذاشتیم رو حساب مستی، دوبار گذاشتیم رو حساب قرص مصرف کردن، یه بار گذاشتیم رو حساب قربت و دوری. نمیشه که هر روز و هر روز 10 بار هی منو به این حد برسونن که من بیام اینجا آبروی خودمو ببرم و بعد بگن ببخشید. به نظرم خانواده خانم قریشی باید یکم دخترشون رو ادب میکردن. نمیشه که من بد باشم، 4 تا قبلی هم بد باشن. من که رابطه اول ایشون نیستم، یعنی ما همه پسرا، من، مهدی طارمی، امید علوی، فلان فیلانی، همه دیوانه و چیز خلیم، این دختره درسته؟ نخیر، باید ایشون به خودش بیاد. یعنی چی واقعا؟ ایشون قبلا که معتاد به کوکائین بود،
ما با هزار بدبختی و با قرص آرام بخش و کادو و تتو و ماساژ و هزار بدبختی ترکش دادیم. حالا هی مست میکنه، هرچی هم بهش میگم میگه من مستم، با من نجنگ. انقدرم سیگار میکشه که صبح تا شب، شب تا صبح بغل گوش من سرفه میکنه. این چه مدل دختر تربیت کردن و تحویل دادن واقعا؟ این سینمای ایران چی بوده؟ من چیزم توش؟ من الان این دختره مستو کجا ولش کنم؟ چی کارش کنم؟ من رفتم خونه ببینم، خرید کنم، 200 جا کار داشتم، نشسته بی اجازه مشروب خورده، مست کرده، بی ادبی میکنه، هرچی میگم هم نمیفهمه، مستم نمیتونم بفرستمش بره، ببرم تحویل پلیس بدمش بعد بفرستنش ایران؟ چون واقعا من خونه نمیرم با این وضعیت، میترسم دست بلند کنم رو همچین دختر بی ملاحظه و بی آبرویی و من اصلا تو مرامم دست بلند کردن روزن نیست و یه عمر باید بشینم افسرده شم یا ازم شکایت بشه. من تا حالا همچین دختر بی‌تربیتی جرأت نکرده نزدیک به هم این کارا رو بکنه، چون اعصابم دست خودم نیست. واقعا احتیاج به کمک دارم. اگه کسی از خانوادهش ایشون آدم حساب میکنه بیاد تحویل بگیره ببرتش. من واقعا بریدم، خسته شدم، دیگه نمیتونم. بله، و اما بعد از این صحبتها سحر قریشی هم نوشته بود: آقا من چیز خوردم که تو این همه فکرت درگیر اسباب کشی و آرامش من بود و من کمک که نکردم هیچ، چیز اضافی هم خوردم، رفتم رو مخت. من غلط کردم که تو خونه صدامو جلوی هواداری شما بالا بردم و چیز خوردم، سیگار زیاد کشیدم و بغل گوشت سرفه کردم و نذاشتم بخوابی. منو ببخش که مشروب خوردم، اونم وقتی شما نبودی. دیگه تکرار نمیشه، قول میدم تکرار شد خودم برم که اینجوری با آبروی خودم و خودتون بازی نشه. بله، اینم از معذرت خواهی سحر قریشی. خلاصه در نهایت با هم آشتی کردن و سحر قریشی قول داده دیگه کاری نکنه که تتلو ناراحت شه. حالا نظر شما در این مورد چیه؟ به نظرتون حق با کیه؟ حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت برام بنویسید و اگه امکانش هست کامنت انگلیسی هم بذارید. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جایی که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.